بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر، ما را همراهی نمایید با خبرهای دینی، علمی و فرهنگی امروز. همایش علمای مذاهب اسلامی تحت عنوان امنیت، وحدت امت اسلامی و رسالت علما دیروز در حوزه علمیه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم در کابل برگزار شد. سخنرانان و شرکت کنندگان در این همایش بر شکست شدن مرزهای خیالی تاکید نموده که به گفته آنان دشمنان دین مبین اسلام در میان امت اسلامی ایجاد کردند. آنان تأکید نمودند که فرهنگ همپذیری باید میان مردم روشن شود تا جوامع اسلامی از خطر بزرگی به نام تفرقه در امان بمانند. همایش اندیشمندان و علمای مذاهب اسلامی از داخل و خارج کشور و شخصیت‌های سیاسی روز یکشنبه در حوزه علمی خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم برگزار شد. سخنرانان در این مراسم با اشاره به وضعیت کنونی جوامع اسلامی گفتند آن از گروه هایی که میخواهند با استفاده از آدرس اسلام به اختلافات میان مذاهب اسلامی دامن میزنند باید سرکوب شوند. آنان افزودند مسلمانان در حال حاضر تنها در حوزه اعتقادی مشکل دارند که عامل اساسی آن درک نادرست از اسلام میباشد. در دنیا ما شما میبینیم امنیت است به نام آتش بس، اینا اون چی آتش بسی است؟ چی امنیتی است؟ بیاییم از قرآن امنیت را درس بگیریم. آمنتن مطمئنتن، امنیت بود یعطیها رزقها من کل مکان. اما اگر امنیت نبود هیچ. امروز مشکلات در حوزه اعتقادی داریم یا مشکلات فرقه‌ای در دنیای اسلام امت اسلامی را از وحدت باز می‌دارند و یا وسیله برای سرکوب امت اسلامی به دست استعمار میشن. در این همایش از تفرقه با عنوان برنده ترین سلاح یاد گردید که با گفته سیمینار دهندگان این همایش دشمنان دین مبین اسلام با پاشیدن بذر آن در جوامع اسلامی میخواهند که مسلمانان را به جان همدیگر بیاندازند، اما با همپذیری و برادری میتوان از این گرداب با موفقیت خارج شد. فاصبحتم بنعمته اخوانا، یعنی وقتی وحدت بود امنیت بود در اونجا برادری میاد، اتحاد بود برادری میاد. اینا برداشت آیات قرآنه. منوچهر متکی وزیر خارجه وقت ایران نیز در این همایش گفت اگر اختلافات را بشناسیم ارزش وحدت و یک پارچگی را نیز خواهیم دانست و همچنین بر منتقل کردن فرهنگ همپذیری در جوامع اسلامی به جوانان تاکید کرد. حجت الاسلام قومی هم در نهادینه کردن فرهنگ امت واحدت در میان مسلمانان تاکید کرده و گفت یکی از رسالت های علما در قبال این موضوع فرهنگ سازی و تبیین جایگاه قرآنی امت در جوامع اسلامی است. کودکان متضرر از جنگ امروز طی همایشی در دفتر شورای صلح ولایت بلخ از طالبان خواستند که دست از جنگ برداشته و به برادرکشی و آتش زدن مکتب ها پایان دهند. به مناسبت روز جهانی صلح، شماری از کودکانی که از جنگ متضرر شده و قربانی دادند با تجمع در دفتر شورای عالی صلح ولایت بلخ خواهان قطع جنگ و برادرکشی گردیدند و از مخالفین دولت خواستند تا دیگر مانع رفتن دانش آموزان به درس و تعلیم نشوند. ما سال همه خواهیم دیگر جنگ بس هست، خواهیم در وطن ما سال بیای از طالبا، می خواهیم دیگر جنگ نکنه، مکتبای ما را باز کنه. ما سال می خواهیم از طالبا میخواهیم معلمای ما رو نکشن، مکتبای ما رو باز بانن و مساجد رو در ندهن. همچنان باز محمد غریبیار رئیس شورای عالی صلح بلخ نیست با تایید صدای کودکان و دانش آموزان مکاتب از مخالفین خواستند که صدای کودکان را شنیده و به شعارها و بارهای آنها احترام گذاشته دست از جنگ بردارند. سید محمد یزدان پرست عضو شورای عالی صلح هم در این همایش از مخالفین دولت خواست دیگر کودکان و کسانی که زیر سن قانونی می باشند به عنوان ابزار برای تحقق اهدافشان در جنگ استفاده نکنند. دوبرکی ماشومان معصوم وردی دوی احساس ده احساس و سراده ای چه با وطن که سلوی آرامی وی او دی پا و خب ازاکه او پا دیر خر رویا که خپل تعلیم و تحصیل تا دوام ورکی. در شورای جوزجان سرپل یک مورد بود که از اطفال من حیث انتقال دهنده مواد منفجره استفاده می کردن که در مسیر قبل از رسیدن به هدف انفجار کرد و متاسفانه کودک معصوم و بیگناه جان باخت.
رئیس شورای عالی صلح گفت از تأسیس این شورا تا کنون بیش از 140 فرمانده با 320 نفرشان به برنامه صلح یکجا شده که در تأمین امنیت این ولایت نقش مهمی داشته است. بازدید گردشگران از هرات 10% افزایش یافته است. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات میگویند شمار گردشگران داخلی و خارجی امسال نسبت به سال گذشته 10% افزایش یافته است. وحیدالله سلطانی مدیر عمومی آمریت توریسم ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت میگوید هرات از جمله ولایت هایی است که بیشترین جاذبه های توریستی را دارد و در سالهای اخیر شمار بازدید کنندگان جاذبه های توریستی در این ولایت افزایش یافته است. او گفته در جریان 6 ماه اول سال جاری 9000 توریست داخلی و خارجی وارد ولایت هرات شده که 300 تن آنان را گردشگران خارجی تشکیل می‌دهند. سلطانی ناامنی را در ولسوالی‌های هرات از دلایل عنوان می‌کند که باعث شده تا خیلی از گردشگران داخلی و خارجی نتوانند از جاذبه های توریستی در ولسوالی‌ها دیدن نمایند. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات میگویند حدود 450 آبده و ساحه تاریخی در ولایت هرات وجود دارد که قلعه اختیارالدین، حوضه چهارسوق و مصلی هرات بیشترین بازدیدکننده ها را داشته است. هرات، بامیان، مزار شریف و غزنی از جمله شهرهایی است که جاذبه های توریستی فراوانی دارد. اما ناامنی های موجود در کشور باعث شده بازدیدکنندگان کمی از جاهای دیدنی این شهرها بازدید کنند. خشک شده یه قنچه درخت میخک از 2000 سال پیش به عنوان ادویه استفاده می شده است. میخک از نظر طب قدیم گیاهی شگفت‌انگیز و دارای خواص مفیدی است. میخک درختی از کوچک و مخروطی شکل که برگ‌های آن هیچ وقت سرد نمی شود و در تمام طول سال سبز است. درخت میخک از جمله درختان بومی جزایر اندونزی و اقیانوسیه است و به علت زیبایی خاصی که دارد امروز در بیشتر نقاط دنیا به عنوان درخت زینتی پرورش داده می شود. در قدیم الایام میخک ادویه گران قیمت بوده که تنها پادشاهان و ثروتمندان می توانستند از آن استفاده کنند. اسانس میخک دارای بوی قوی و طعم سوزنده می باشد. این اسانس سفید رنگ بوده که اگر در مجاورت هوا قرار گیرد رنگ آن تیره و غلیظ می شود. خشک شده غنچه درخت میخک از 2000 سال پیش به عنوان ادویه به کار می رفته است. میخک تقویت کننده مغز می باشد و کسانی که حافظه ضعیف دارند باید از دم کرده میخک استفاده کنند. همچنین میخک از سرطان جلوگیری کرده و حتی درمان کننده آن نیز می باشد. این گیاه دارویی برای رفع سردرد، رفع تنگی نفس، ترمیم قرنیه چشم و گردش خون و قلب مفید است. میخک اشتها آور است و بدن را تقویت می کند. برای درمان کمردرد می توان از چای میخک و یا دو قطره اسانس آن با آب گرم استفاده کرد. میخک درد دندان و گلو درد را نیز تسکین می دهد. به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. سپاس از همراهیتان، وقتتان خوش و خدا نگهدار.